سال 2012 شرکت بازیسازی فنلاندی به نام سوپرسل این بازی رو میسازه. جز بازی رایگانه که درآمدش از طریق در واقع جوانبش حاصل میشه، یعنی اینکه اصل بازی نصبش رایگانه، نرم افزارش رایگانه، اون تا برای اینکه شما بهتر بتونید بازی بکنید یک سری چیزایی رو باید بخرید، تهیه بکنید که پول میدید و تهیه میکنید. تو اون رقابت اگه شما بخواید بمونید، واقعا بخواید بمونید، اون کسی که پول داره در واقع الماس بیشتر میخره، جم اصطلاحا گفته میشه، تهیه میکنه میتونه بمونه. و درآمد عجیب غریبی هم برای میسازه. سال 2013 روزانه درآمدش رسیده به 2.4 میلیون دلار شرکت، روزی 2.4 میلیون دلار. این 2.4 رو ضرب در 3300 تومان شما بکنید قیمت دلار، این روزی چند میلیارد این درآمد یک شرکت فقط چیه از یه بازی. و متاسفانه اینکه در کشور ما هم حالا بحث درآمدیش به کنار، اینکه چقدر وقت صرف همچین چیزی شد. از یه طرف این شرکت فنلاندی کلی پول به جیب زده، از طرف دیگه هم چقدر طلای دیگه ای رو از ما گرفته تحت عنوان وقت. اصلا میگفتش که 8 میلیون پس انداز کارمندی خانواده‌مون، طرف رفته پول داده اینا جم خرید، یعنی پول واقعی دادم. وقتی با این آقا صحبت می‌کردم، مرد حسابی، کو الماسایی که خریدی، کو تو دیوانه ای، پول واقعی دادی. حالا یه جایی ما بعضی باز میگه ترابل پنجره رو بذاری میفهمه، عمر تو گذاشتی یه روزی بشه لحظه مرگ، حاضر باشی تمام دنیا تو بدی، هر چی داری، خونه، ماشین، زندگی، حساب مالی، اوراق قرضه، هر چی که داری بدی که فقط یک دقیقه بیشتر زندگی. الان داری زندگی میکنی، تو اوج جوانی و نوجوانیت شدی عامل دست 4 تا صهیونیست که یه بازی ساختن، اینجوری دارن مچاله. خب چی شد تا این وارا چی در این جنگو چی در پر از نشانه های صهیونیست؟ یه بالاخره تخصص بنده نمادشناسی، بوز بافومت اون گوشید کار کرده، بوز بافومت نماد ابلیس، نماد شیطان توی کابالای یهوده. خب چرا دارید؟ یعنی طراحای این بازی مرض داشته، پشت سر اینا یک وقت عظیمی از مردم دنیا بگیرن پولم در بیارن. فبه بازی دو سر برده، هم اون ضرر کرده هم این در واقع برده. بعد بازی که اصلا داستانش وقتی شما نگاه میکنین، بازی که با دو نفر شروع میشه، نمادی از انسانهای اولیه آدم و حوا، و هر چینا زیادتر میشن جز جنگ هیچی بشریت نتیجه نداده، فقط جنگ این قبیله، کلش آف کلنز، جنگ قبیله ها با هم به جنگن، این کلونی های جمعیتی هی با هم دیگه شروع کنن جنگیدن و نبرد کردن و به جون هم افتادن و کشتن و این چی داره میرسونه؟ اصلا هدف چی شد؟ اون هدفی که خدا میفرماد من خلیفه شما رو قرار دادم رو زمین چی شد؟ جانشین من روی زمینی، اصلا از تو دل این یه منجیگرایی مثبت که آینده جهان روشن باشه فلان این چیزا نیست، بلکه تو یاد میگیری اتحادیه هایی باشن که حمله کنن کسی رو از پا در بیارن. جوان ما امروز درگیر چی شده؟ بابا رو یه چیز درست حسابی یاد بگید. اینا اصول اعتیاد آوری توش رعایت شده. یعنی تو معتاد میشی به بازی، شرطی میشی به بازی. بحال میکنه. من این بازی رو نصب نکرده‌ام و بازی هم نمی‌کنم. الان کمبود دارم. وقتمو میذارم یه چیز درست یاد میگیرم. این وقتی که سر این بازی باشه هر هنر خاصی رو شما یاد گرفتی. چند آیه قرآن حفظ می‌کنی، زبانتو تقویت بکنی، یه زبان دوم سوم یاد بگیری. چه وضع اینم نرم افزار اومد تو گوشی آدم زبان یاد میگیره، قرآن یاد میگیره. همه چی هست. استفاده درست ما بکنیم در واقع. اینا رو ساختن که ماها رو درگیر بکنه. روزی بشه لحظه مرگ، حاضر باشی تمام دنیا تو بدی، هر چی داری، خونه، ماشین، زندگی، حساب مالی، اوراق قرضه، هر چی که داری بدی که فقط یک دقیقه بیشتر زندگی.